کدوم گزینه در رابطه با هر مرحله ای از رونویسی که به این شکل بتونیم نسبتش بدیم میگه درسته این شکل ما به دو جا میتونیم نسبت بدیم یکی مرحله تویل شدن توی رونویسی یکی مرحله پایان رونویسی حالا بریم بررسی کنیم میگه قطعا رنابس فاراز روی رشته الگو به سمت توالی پایان رونویسی در حال حرکته توی پایان میتونه نادرست باشه پس یک هست میگه آرنه در حال رونویسی مکمل رشته رمزگذار دی و مشابه رشته الگوی دی نه, نه. مکمل رشته الگوی دی نه میشه نه رمزگذارش الگو چیه؟ رمزگذار چیه؟ اگر من اینو در نظر بگیرم بیایم توی در نظر بگیریم این یه بخشی از دی ای که باز شده رونویسی انجام میشه آر اگر از روی این رشته داره ساخته میشه این رشته رو اصطلاحا بهش میگیم الگو رشته مکمل دی ای بهش میگیم رشته رمزگذار پس این میشه رمزگذار و این میشه چی؟ الگو پس این دقیقا برعکس شما ما گفته میگیم الگو است که مکمل اون آرنه میشه پس گزینه دو هسته میگه به طور هر توی این مرحله از رونویسی پیوند کووالانسی شکسته میشه خیلی گزینه قشنگیه خیلی گزینه قشنگیه داشته باشیمش تا بعد بریم چهار هم پیدا کنیم بررسی کنیم ببینیم بین چهار و سه کدوم انتخاب کنیم سه خیلی شیکه ببینیم شما میگه ممکن نیست توی این مرحله توالی سبب توقف رونویسی بشه آقا توی مرحله پایان این اتفاق میفته میگه من گزینه سه رو قبول ندارم میگم چرا قبول نداری اون وقت میگه آقا پیوند کووالانسی توی همان انسازی دی ان شکسته میشد اون زمانی که میخواست ویرایش بشه میگم باری کلا باری کلا تو خیلی خوبی ولی یه دقیقه گوش کن من دارم بهت چی میگم میگم آقا آیا همه پیوندهای کووالانسی لزوما و فسفودی استران توی فرآیند رونیوسی و ترجمه نخیر اگر یه دونه نوکلوتید سه تا فسفات داره یه نوکلوتید سه تا فسفات داره میخواد بچسبه یه نوکلوتید دیگه چی میشه؟ دو تا فسفاتش از دست میده توی نقطه اگر این دو تا فسفات میخواد دست بره پیوند این فسفات و این فسفات شکسته میشه مگه این دو تا فسفات با همدیگه پیوند کووالانسی ندارن؟ بله دارن حالا قانه شدی؟ پس میگیم اونجایی که داره رونویسی انجام میشه زمانی که این آرنه یه داره ساخته میشه عملا نوکلوتیدا اینطوری اینطوری دارن به هم دیگه وصل میشن اگر نوکلوتیدا دارن به هم وصل میشن پس این پیونده داره شکسته میشه این پیونده شکسته میشه یعنی پیوند کووالانسی داره شکسته میشه گزینه سه هم همین رو گفته پس گزینه سه گزینه کاملا درستیه